بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام های خدا خدمت بیننده های تلویزیون سبا تقدیم نموده، امیدوار هستم جور صحت مند بوده و از گزند حوادث در امان باشید. دوست عزیز، خوش هستم که باز هم به سلسله پروگرام های قبلی و برنامه های قبلی بازم خدمت شما حاضر هستم. امید است تا آخر برنامه ما را یاری کنید. ناگفته نباید گذاشت که طبق برنامه های قبلی امروز هم مهمانی در برنامه با خود داریم که اونا محترمه شفیقه جان سالیزه هستن، رئیس سازمان اجتماعی زنان معلول و ورثه شهدا می باشند. اونا را به استودیو خوش آمدید میگیم. تشکر. بسیار زیاد خوش آمدید شفیقه جان. و نخستین سوال خود از شما طوری طرح میکنیم که شما چی باعث شد که امی نهاد ایجاد کردین؟ چون من خودم معلول هستم و البته یک درکی برای من پیدا شد که من بتونم کار بکنم که دیگه ما خواهرای معلول ما در آینده از این بیچارگی و از این بدبختی خودم نجات داده بتونم. اکثریت معلولین ما هستن که از سواد بی بهره موندن و اونا هنوز هم در فکرهای سابق هستن، حتی حقوق خود نمیفهمن که حقوق خود چه قسم به دست بیاره. من مجبور شدم که من یک دفتر ایجاد کردم تا این خواهرای خود به دور پیش خود بخوایم و برشان بتانم بفهمانم که اونا حقوق خود به عده اقل بفهمن که یک معلول یک زن چقدر حقوق داره در جامعه. امروز خوشبختی خود به اصطلاح میبینم که اکثریت خانمای معلول که بی سواد بودن از تمام حقوق که باید برخوردار بودن نبودن، اما امروز شکرگزار هستم که ما تانستیم تا یک اندازه را اونا را از حقوقشان و امو برنامه هایی که مربوط معلولین میشه آگاه ساختیم. بسیار زیاد خوب، تشکر شفیقه جان از معلوماتتان. و شما چی مدت میشه که سازمان تاسیس کردین؟ در تنها در کابل فعالیت دارین و یا در ولایت هم فعالیت دارین؟ تشکر. ما تقریبا برتان بگویم که 19 سال شد که ما در همین فعالیت پیش میبرم. پیش از این ما به نام اتحادیه سراسری زنان معلول و معلول افغانستان بود که بدبختانه بگویم که یک تعداد مردم ما باز هم میخواین حراج مرج در بین معلولین و در بین مردم به اصطلاح پرتن، اما نظر به امو مشکلات هایی که برای من پیش آمد، من تقریبا یک سال یا کمتر از او زیادتر از او دفتر خانه‌نشین شدم، چون امی انگیزه پیش ما بود، امی درد معلولین پیش ما بود. ما به نام سازمان اجتماعی زنان معلول ورثه شهدا افغان دوباره فعال ساختم. مدت 9 سال میشه که من این سازمان پیش میبرم و در حدود 700-600 خانم معلول و خانمای بی بضاعت در قسمت عرفه از نگاه باف، خیاطی، موربافی، سواد آموزی اونا را برخوردار ساختیم و از خدای خود راضی استم که یک تعداد بسیار زیادی از یاد خانه های خود خیاطی میکنن و موربافی میکنن، حتی استاد شدن، دیگه شاگرد تربیه میکنن. این برای من یک جای بسیار شکر و جای یک افتخار است. بسیار خوب دوست عزیز، ببینین خواهر ما شفیقه جان خودشان هم معلول هستن و احساسی که دارن در برابر زنان دارای معلولیت در جامعه و ورثه شهدا، اینا توانستن فعالیت های بسیار چشمگیری را بر معلولین تا حد توانی که داشتن تلاش کردن و توانستن که زمینی کار فعالیت به اشخاص دارای معلولیت و به خصوص به خانم های دارای معلولیت مهیا بسازن، که این یک ابتکار بسیار بزرگ است. و شفیقه جان از شما میپرسیم که این فعالیت هایی که انجام میتونید صرف در کابل است و یا نمایندگی و یا
در ولایت نیز شما فعالیت دارین. تشکر فاطمه جان. من سابق در شمالی هم یک نمایندگی داشتم، اما نظر به شرایطی که امروز می‌بینیم و شما در کابل چی حالت است، من نظر به می حالت تقریبا در مدت 2-3 سال میشه که من در ولایات فعلا دلوگر دارم، اما در دیگه ولایات فعلا نمایندگی این فرج است. امیدوار هستم شفقه جان که امی برنامه شما وسعت پیدا کنه و بتانین نه تنها به خانمای معلول که در شهر کابل و یا در ولایت لوگر هستن، به اکثریت زنان دارای معلولیت که در 34 ولایت افغانستان هستن بتانین خدماتی انجام بتین، حداقل بتانین که اونا رو شناسایی کنین و با اونا آشنا شین، با اونا معرفت پیدا کنین و بتانین بر از نوع یک زمینی کار و فعالیت شما مساعد بسازین. شفیقه جان، خودت وقتی که معلول هستی خواهی واضح است که هر شخص که معلول است حتما احساس برش است که به یک معلول خدمت بکنه، یا از نگاه مادی یا از نگاه معنوی، که انشالله شما هم تا حد توانتان دانستین که می زمینه رو مساعد بسازین. و وقتی به می اشخاص که شما بهتر مثال که قبلا یادآور شدین در بخش عرفه خیاطی، گلدوزی و مربافی و بعض فعالیت های دیگر که انجام دادید، چی تغییرات در زندگی از این آمده می اشخاص که شما بشان فرد فاطمه جان؟ ما یک چند خانم است که اونا را میتونم از طریق تلویزیون شما در برنامه شما اونا را حاضر هم بسازم. کسایی بودن که حتی وادار به فروختن طفل خود شده بودن، اما از روزی که من امی عرفه را برشان آموختیم و یاد گرفتن، اونا تمام زندگی خود میتونن کمیل به بسیار سادگی کرای خونه است، اگر تعلیم تربیه اولادشان است، اگر کتابچه و قلم یا فرزن امو یک لقمه نان حلالی که به دست خود میاره به اولادای خود، به فامیل خود. یعنی زندگی بسیار حالی ندارد، اما به یک حد میتونه که زندگی خود بسیار یک زندگی با آبرو و با عزت پیش ببره. بسیار نظر نیک است شفقه جان، در یه سمه فقط بیشتر داشته باشین. خواهر گل شما وقتی که دمی عرصه به اصطلاح عرصه معلولیت با گذاشتین و خواستین که خدماتی برای اشخاص دارای معلولیت انجام بتین، در این عرصه شما را کی کمک همکاری کرد؟ البته در قسمت مصارف مواد و یا پروژه هایی داشتین، چه قسم اگر قصه کنین خوش میشیم. تشکر فاطمه جان. ما چون پیشتر برتان یادآور شدم که خودم یک معلول هستم و یک انگیزه برای من باعث شد که من باید کار بکنم که دیگه معلولین بلخصوص خواهرای معلول خود از این بدبختی نجات بدم و بتانم یک اندازه مردم خود فرزند وادار به این بسازم، دولت خود به این وادار بسازم که تا بتانن امی خواهرایی که سالها رنج بردن و به زخمایشان هیچ کس ملم گذاری نکرده اینا را کمک بکنه و دفتر من را حد اقل انعکاس بده تا ما بتانم در آینده در تمام ولایات نمایندگی های داشته باشم و دیگه خواهرای ما که در ولایات اصلا تا امیال هم از هیچ نوع امتیازات برخوردار نیستن، بتانم اونا را آگاه بسازم، برشان از نزدیک برام ببینمشان حالتشان و بتانم بر از اونا یک چیز و ناچیز از این نگاه کمک کنم و اگر دولت فرزن کتما هم کار نباشن مرا حمایت نکنن شاید من هیچ کار کردن. از این معلوم میشه که همکاری دولت است یا کدام نهادی دیگه است که نهادهایی که غیر دولتی استن؟ امروز فرزند حقوق بشر است، دیگه مؤسسات است، اینا را من ازشان خواهش میکنم که مرا بشناسن،
بشه را ما زیاد وقت رفتیم، تمام پرسونلش ما را مشتون شد از نزدیک بیاین دفتر ما را ببینن، ما را حمایت کنن تا ما بتانم دیگه خواهرای خود از این بدبختی آگاه بسازم و بر از اونا به اصطلاح باحث یک خدمت باشم و بر اونا را فکرشان روشن بسازم که در آینده بتانن و بسیار سادگی و خود به دست بیارن. شفقه جان بسیار نظر نیک بود و شما در مورد همی که بعض معلولین است در خانه ها به سر میبرن و یا فامیلاشون اجازه نمیده و یا خودشون یا بعضی موانع را سر رای خود میبینن، از نظر شما کدام موانع است که باعث از این میشه که اشخاص دارای معلولیت داخل اجتماع نشن و به کار فعالیت خود شروع نکنن و یا علاقه نگیرن؟ فاطمه جان ایره خو در تمام ولایات ما در اکثریت مردم ما مرواج است که خانمای خود بیرون نمیمونن چی معلول است چی غیر معلول. خب شفقه جان میخواییم در مورد انتخابات بعض نظریات شما رو بگیریم، بخصوص می خانمای دارای معلولیت. آیا امی اعضای شما که در دفتر شما و در نهاد شما هستن از انتخابات کدام آگاهی برشان داده شده که اینا چه قسم میتونن سهم بگیرن و برن رای خود چگونه استعمال کنن؟ در این مورد شما کدام آگاهی برشان دادین یا چطور؟ تشکر فاطمه جان. بله آه، من تقریبا 6 ماه پیش خودم از طرف اینما ترنین گرفتی و در خود اینما تقریبا در حدود 50 نفر خانم یک بار ما برای در 2 هفته 2 بار بردیم و تمام امی پروسه انتخابات برشان تشریح کردیم که میتونین از طریق پوسترهای مهم که این پوسترهایشان موجود هستن برشان ترنینگ دادیم و انشالله تمام معلولین که در دفتر ما ثبت راجستر هستن ترنینگ دیدن میفهمند که چی قسم بریم رای پرتیم و تمامشان کارت گرفتن و به اصطلاح منتظر عزیزتن که بخیر به طرف صندوق رای برن و مورد پسند خود برای هر کسی که خواستشان باشه کارت های خود پرتیم. بسیار خوب. تا چی اندازه اینا راضی هستن از این مراکز رایدهی؟ آیا مراکز رایدهی به نظر شما قابل دسترس است و یا قابل دسترس می باشه و مکانایی که برای رایدهی انتخاب شده؟ چون بعض دوستای ما تماس می گیرن و در این مورد زیاد می پرسن که تا هنوز مراکز رایدهی برای معلولین معلوم نیست که آیا قابل دسترس است یا نیست. یک تشویش است که به نظر ما کمتر یا بیشتر از 1 میلیون معلولی که ما در افغانستان داریم و یک تعدادش که از سنش در بالا سنا حق دارن که برن به صندوق رای و از امو حق و حقوقی که دارن استفاده کنن از این آینده خود انتخاب کنن. شما در این مورد چی نظر دارین؟ آیا مراکز قابل دسترس است یا نیست؟ تشکر فاطمه جان. ما یک چیز برتان یادار شم که تنها البته مربوط اینما نمیشه و تمام در تمام جامعه ما دولت ما اصلا تا امروز مشکلات معلولین بالخصوص مد نظر نگرفتن. اکثریت آپارتمان های ماست در وزارت خانه هاست که معلولین به این مشکلات ها دوچار هستن. من خودم چون زیاد علاقه مند هستم تقریبا بسیار سالا بیشه که با اینما همکار هستم و در قسمت از این که معلولین ما اکثریت از این پروسه بخی پس مانده بودن، اما من امسال خوشبختانه در حدود 100 خانم ترنینگ دادیم که تمام از اونا رفتن کارت گرفتن و انشالله به بسیار سادگی خواد برن به طرف صندوق رای و رای خدا به امو کسی که مورد پسندشان باشه رای خود خواهد انداختن و ما خواهش میکنم از تمام هموطنهای ما بالخصوص خواهرای معلول ما در هر جایی که باشن باید بدون از اینکه کسی برشان بگویه میبینن که حالت در افغانستان چقدر دشوار است، چقدر مردم ما بدبخت شد، امو کسی را که خوب میفهمن که این میتونه فردا روز آینده اولاد ما را آینده از این مملکت به خوشبختی تبدیل میکنه بر از اونا رای بتن تا اونا رئیس جمهور آینده ما شود و ما بتانیم
یک مملکت خوشبخت مثل دیگه ممالک واری که اولادهای ما، نسل آینده ما در یک فضای بسیار آرام و تعلیم و تربیه خود و تحصیل خود دوام بده. بسیار زیاد تشکر شفقه جان. اما بازم سوال ما به جواب موند که بعض مراکز هست که تشویش داره اما معلولین که نمیتونن اینا با ویلچر و یا با عصا و بعض مشکلاتی که دیگه دارن اینا اونجا با راحتی برن و از رای خود استعمال کنن. تشکر فاطمه جان، بسیار سوال خوب است. ما بسیار از این سوال راستی واقعا راضی هستم، به خاطر از اینکه ما گلیم از بلکه از اینما خو از و از دولت، امروز دولت باید این شرایط بر ما آماده بسازه، جای را باید انتخاب بسازه که چی معلول امروز ما ایتو سرسپیدا و ریسپیدا داریم که از خانه خود بیرو بره بدر را بیتاند. شما فکر کنید که اونا در اون زینای بلنده چی رقب بالا شان و برای خود پرتن. ما خواهش ما از یاست که همین دفتر در هر جایی که اینا مراکز داشته این باشن جایی باشه که برای معلولین، برای افراد اشخاصی که ضعیف باشن اونا و بسیار سادگی برن رای خود پرتن. و اکثریت مراکز ما دیدیم که در منزل 3 در منزل 2 هی به خاطر معلولین، به خاطر مردم و از هر نگاه مشکلات بسیار زیاد ایجاد میکنه، چون اکثریت مرکزها رو ما دیدیم بیروبار بیاد زیاد باشه. به خدا ما پنج سال پیش که رایگیری بود 3 خانم در حضور خودم از اینا لول خورده و یک خانم که پایش از اینجا تراش خورده بود از زیر پایش تا قسمت زانویش. این بسیار مشکل است. این مسائل رایگیری فرزند مراکزی باید در جای بسیار راحت باشه، در جای بسیار انبار باشه، مردم به سادگی بتونه برن رای خود پرتن پس به طرف های قانی خود برن. دیگه مشکلات هست فاطمه جان، این مشکلات هست، خداوند بکنه که این بار این ما مردم ما بفهمه و در جای مرکزهای را بگیرن که با بسیار سادگی معلولین ما مردم ما برن و طرف صندوق های رای خود پرتن و در آینده یک افغانستان واقعا که ما میخواییم اونمت یک کس مورد پسند ما که رئیس جمهور ما شود و از این بدبختی در آینده نجات پیدا کنیم و به سوی خوشبختی اولادهای ما، مردم ما یک فضای حرام زندگی بکنند داشته باشند. تشکر شفقه جان، امیدوار هستم مسئولین صدای شما رو شنیده باشند و بخصوص او اشخاصی که مسئولیت دارند در برابر معلولین که و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات یا نما و همچنان خود جامعه مدنی و کسایی که مسئولیت دارن اونا باید صدای شما رو شنیده باشن و همین مشکل هر چیز رو تر حل بسازن، چون مدت بسیار کوتاهی مانده به روز رای دهی و خداوند متعال بر اونا توفیق نهد فرماید که همین مشکل معلولین که روزا و هفته ها سر از این موضوع ما میپیچیم و موضوع را یادآور میشیم در تمام برنامه های ما و می مشکل حل بسازن تا معلولین ما هم بتونن می مشکل خود بر راحتی بتونن زعیم آیندی خود انتخاب کرده برای خود استعمال کنن. و آل شفقه جان میپرسیم که هدف که شما قبلا گفتین بسیار موضوعات خوب یادآور شدین و شما در این مدت 9 ساله که کار کردین فعالیت ها را انجام دادین از این دستاوردهایتان شما راضی هستین نیستین و یکی خوی بهترین کاری بوده که تمام امتیداد معلول خانم های معلول ها که فکر کنم مفسد تن میرسه اونا را گرده هم یک جا ساختین، منسجم ساختین و مشکلات از اونا که اونا میتونن یکی با دیگه مشکل خود هم مطرح بسازن و بین خود میتونن مشکل خود عمل بسازنی یک موضوع بسیار عمده و اساسی در زندگی اشخاص دارای معلولیت و از دستاوردهایتون چقدر راضی هستین؟ یک اندازه البته راضی هستم. ما در او وقت راضی خود بود که من تمام مدین من هیچ شکایت نمیشتم، تمام مشکل شما اما باز هم از خدای خود شکرگزار هستم. اما قدر کار کردیم که هر معلول ما در خانه پیش ما میایه میگه ما 5 وقت در نماز بخونیم. چند روز پیش ما یک برنامه داشتم امروی بشر دوسته تقریبا 8 کمی که ما با اونو با تقویم یک کمک آدم در معلول شما باور کنید که
اندازه 190 نفر خانم بود، همین 190 نفر خانم، همین کلش همین نگود که خداوند عالم که دنیا آباد است تو زن آباد داشته باشه. این برای من یک افتخار بود و خود بشر دوست از من تشکری کرد که همیشه در هر برنامه ما نام تو گفته میشه در پارلمان که این زن فعال هستی، برای من یک افتخار است. من اون وقت خود آرام احساس میکنم که هیچ معلولم شکایت نداشته باشه. تمام معلولینم بگویم که ما حالا میتونیم به اصطلاح مشکل خود حل بسازیم. ما اون وقت در خانه خدا میتونم آرام بشینم. اگه مرده باشم شاید در قبرم آرام باشم و اگه زنده باشم زیاد ضعیف باشم بیرون رفته نتونم هم شاید بسیار آرام باشم، اما یک وحده ما برای معلولین خود میدم تا که ما یک قطره خون هم ده در یک رگ من شعور بخورم، من مبارزه خود برای معلولین خود میدم. باز وقتی که به اطلاع از توان خلاص شدم اون وقت گفتره میتونم، اما از خدایش خود شکرگزار هستم. اکثریت معلولین ما آل فهمیدن که فرزند معلول چقدر حقوق داره بالای جامعه. ما یک چیز برتان میگم معلولین عزیز، در هر جایی که هستید، چی ما باشم چی کسی دیگه ای که آگاهی در قسمت معلولین داشته باشن، با معلول با خانم های معلول، برادرای معلول ما، مردم های بسیار خوبی هستن در بین معلولین ما، همراهشان به اصطلاح هم نظر شوند، حقوق خود بشناسند. هر گاهی که ما حقوق خود شناختیم، ما میتونیم مشکل خود به بسیار سادگی حل بسازیم. بنابراین ما آدرس ما را فهمیدین، تلفن نمبر تلفن ما را فهمیدین، شما میتونین از نزدیک بیاین ما را پیدا کنین و ما با نظر شما را گرفته انشالله مشکل تان تا یک اندازه خود دانسته معلوم. تشکر شفیقه جان. دوستای عزیز، امیدوار هستم سخنانی که شفیقه جان گفتن شما او را یادداشت کنین و بتونین با شفیقه جان به تماس شوین تا حد امکان، تا امکاناتی که در دسترسشون از اونا میتونن مشکلات شما را حل بسازن. چون در دقایق آخر برنامه ما قرار داریم، امیدوار هستم برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، الله حافظ.